الحمدلله خدا رو شکر میکنیم به جهت اینکه امشب در خدمت این استاد عزیز و گرانقدر هستیم و باشون گفتگو خواهیم کرد. استاد جان سلام. سلام. متشکر. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا ایران که هستن سالم و سلامت باشن. در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. سه روز رو در مرکز تجارت جهانی تشریف داشتین. بله. چه خبر رو؟ خیلی خوبه. یعنی چنان من انرژی میگیرم از اونجا. همه در حال تکاپوان، همه دارن به کوب میفروشن و خرید و فروش‌های خیلی جالبی اتفاق میفته که آدم فکرش هم نمی‌کنه که مثلا این محصول تو کمتر از یک ماه فرد بلد باشه برای فروشش اقدام کنه. من دقت کردم خیلی از افرادی که میفروشن اوایل خب تازه کارن، مبتدی هستن، اصلا تجارتی نکردن از قبل، اما خیلی قشنگ اینجا یکی دو روز اول استرس داشتن، اصلا نمیتونستن طرف خودشو معرفی کنه، اما از روز سوم چهارم به بعد دیدم خیلی قشنگ حرفه‌ای یاد گرفته. آخه چون میبینه قدیمی طرها صحبت میکنن، چجوری صحبت میکنن که اون انگیجمنت درگیری رو میتونن به وجود بیارن. خیلی خوبه و خوشحالم. یعنی آراد قبل از این داستان، من بگن آراد رو تعریف کن، میگم آراد قبل از مرکز تجارت جهانی یا بعد از مرکز تجارت جهانی؟ یعنی یک مسیری که یک فرد 6 ماه باید طی می‌کرد تا یاد بگیره اصول و قواعد فروش رو، اینجا اصلا به عینه بدون اینکه اصلا زیاد آموزش هم دیده باشه میاد از 4 نفر دیگه که قدیمی تر هستن دارن مذاکره میکنن و میفروشن یاد میگیره و عالیه، یعنی فوق العاده است. خدا رو شکر این بحث سیگنال های بازارسازی هم جواب داد. خودش یعنی خبرهایی که به گوش ما میرسه خیلی خوشحال میشم از این که میبینم خب هم تاجران آرادی موفق شدن این بحث رو دارن الان خوب مذاکره میکنن و به فروش و سودم ختم شده، و هم خود پرسنل آراد تو بخش هم مدیران تامین و هم مدیر گروه ها خدا رو شکر سرشون بسیار بسیار شلوغ شد. یعنی الان همه‌شون دارن مذاکره میکنن فروش‌ها و سودهای خوبیه. من در رابطه بازارسازی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم بازاریابی یه حالته، اینکه خب مشتری بیاد و من بهش بفروشم. در بازارسازی مشتری هست که اصلا درباره محصول من اطلاعات نداره و من این محصول خودم رو در واقع بهش میفروشم، در حالی که اصلا این قصد خرید نداشت، این اصلا پولش رو میخواست در بورس سرمایه گذاری کنه، پولش رو رفته بود تو بانک ریخته بود، باش ارزهای دیجیتال خریده بود، دلار خریده بود. خیلی از اینها امروز دارن ضرر میکنن و امروز در خرید فروش وارد شدن، در همون بیع وارد شدن و امروز دارن میفروشن و اونها هم سود میکنن. خوشحالم که یکی از عزیزان مثلا تو حوزه کالای خواب بود تعریف میکرد، میگفت یه مشتری مثلا 100 میلیون که از من جنس میخره 50% سوده. شما در حالی که 100 میلیون تو بانک بذاری سالی مثلا 20% میخواد به تهش سود بده دیگه، یعنی سالانه 100 شما میشود 120 میلیون در حالی که تو یک معامله خرید و فروش این 100 میلیون شده 150 میلیون و خیلی خوبه. ولی این خبرها که من میشنوم که فلانی فروخت خیلی ذوق میکنم، عالیه. امروز همه به خصوص بچهای آراد سرشون شلوغ شد. حالا یه عده سیگنال های بازارسازی رو هنوز جدی نگرفتن، یه عده به شدت جدی گرفتن، یه عده هم وسط موندن نمیدونن چیکار کنن. در واقع یه وقتایی بیکار میشن مثلا زنگ میزنن، یه وقتایی کار نمیکنن. افرادی که کار نمیکنن یه ترس هایی در درونشون هست، خجالتی هستن بعضن، و عده دیگه تکبر دارن. این دوتا وزنه با هم دیگه تو آراد برندینگ و در هیچ جای این عالم جوابگو نیست. ترساتون رو کامل بذارید کنار، خجالتی بودنتون رو بذارید کنار و بیایید تو میدون، بیایید شما هم دست به کار بشید، شما هم نتایج بسیار خوبی میبینید. لذا وقتی این داستان ها رو میبینم از یک سمت خوشحالم که داره فروش ها انجام میشه، از یه سمت یه کوچولو برای بچه های تیمم ناراحت، بابت این که خود من حداقل 100 تا معامله دیدم اتفاق افتاد. دیده های خودم 100 تاست. حالا حساب کن ندیده هام چقدره، افرادی که در جاهای مختلف دارم میفروشن و من نمیبینم، میبینم میفروشن اما 20% ازش خبری نیست. یعنی میگه خب از آراد همه رو یاد گرفتیم، زیر ساخت فلان فلان فلان، و بعضا افرادم میبینم، یعنی میبینم خب فروخت، روش نمیشه بیاد تو چشمام نگاه کنه، یعنی تای قلبش خب میدونه، میگه خب 20%شون رو ندادم. نه اینکه بخواد خیلی گستاخانه رفتار کنه، نه، این بنده خدا خب
چاله های زندگیش زیاد بوده از قبل. یعنی هر پولی که الان از تجارتش داره در میاره تلاش میکنه اون چاله چوله های زندگیشو پر کنه و متاسفانه تمومی هم نداره. یعنی انقدر وام گرفتن، قرض دارن جای مختلف، انقدر آرزوها برای خودشون داشتن و نرسیدن. هر کدوم از عزیزان مثلا یه معامله 2 میلیاردی بود، بنده خدا میگفت من 200 میلیون سود کردم، حالا نزدم تو روش بگم که 20 درصد چی شد. بعد گفت آره برای بچه‌م فلان چیزو خریدم، اونو خریدم، اونو خریدم، من زندگیم خیلی رشد کرد. دلم نمیاد بخوام بگم که اصلا 20 درصد ما چی شد. شخصیتم نیست، مرام هم نیست بخوام تو روی کسی بزنم. و خوشحال شدم از اینکه این فرد خوشحال است، از اینکه راضیه، از اینکه داره از من تشکر میکنه که شما ما رو آوردید در مسیر تجارت. ما تا دیروز فکر میکردیم باید هی درس بخونیم، تو صف استخدامی باشیم، درس بخونیم، دکترامون رو بگیریم، تو همون جایی که هستیم تا تهش مثلا 2 میلیون 3 میلیون نهایتا 5 میلیون افزایش حقوق داشته باشیم. شما به من فهموندید. من با وجود اینکه خیلی از افراد میان، طرف پزشک هست میاد، جالب بود برام تعریف میکرد، فامیلیشون الان یادم نیست، تو کامنت ها هم فکر کنم یکی از دوستان گذاشت خاطره ایشونو که تو جمع اومد پیروز، حتی گفت که بنده خدا میگفت من از صبح پزشکم، متخصصم، جراحم، زانو عمل میکنم، کمر یکی رو عمل میکنم، دست یکیه، پای یکیه، داستانهای مختلف، از صبح تا شب هستم، تهش مثلا من 4 میلیون تومان روزانه دارم میگیرم. ولی در آراد فهمیدم تجارت چیه. تو کمتر از یه هفته چند معامله زدم 200 میلیون تومان سود کردم. و به همه پزشکای خودش تعریف میکنم، من به همه رفیقام گفتم که آقا اینجوری پول در اومد، چی کار داریم میکنیم ما این همه. و اینها منو خوشحال میکنه از اینکه ما تونستیم خدا رو شکر حرفامون رو به دیگران بفهمونیم، برسونیم. عده‌ای باور کردن، عده‌ای باور نکردن. اما داشتیم به یک موضوع فکر میکردیم، اینکه ما از روز اول افرادی که در تجارت اصلا وارد نشده بودن، کار نکردن، یا تولیدی بودن که ضعیف بودن، اصلا تجارت رو به اون معنا درک نکردن، رو رشد میدیم، پرورش میدیم، یاد میدیم که چگونه پول به دست بیاری، چگونه پول دار بشی. اما این 20 درصد ها داره کاری میکنه که تاجران دزد بسازیم، برای ما جذاب نیست. تاجران خائن بسازیم، جذاب نیست. خیلی وقت‌ها حالا توی تمام سیستم‌های دولتی هم دقت کنید، افراد مالیات پرداخت نمی‌کنن. میگن فرارهای مالیاتی. خب چرا؟ یکی برگشت گفت آقا ما به آراد می‌خوایم پول بدیم، آراد حالا مثلا 9 درصد از افسودر نگیر و از امثال اینها. گفتم بابا مالیات باید همه پرداخت کنیم اگه می‌خوایم کشور نجات پیدا کنه، چرا نمی‌خوای پرداخت کنی؟ نه من از این دولت مثلا میگفت خیر ندیدم و از این حرفو نمی‌خوام بدم. گفتم خب ما نمی‌تونیم چه کار کنیم. شما شاید مجموعه کوچیک باشه بتونی فرار مالیاتی داشته باشی، ما نمیتوانیم. ما یک مجموعه چند هزار نفره هستیم، اینجوری که تو راحت فرار میکنی اصلا امکانش نیست و ما اصلا نمیخوایم، علاقه هم نداریم. میگم آقا پول رو بردیم این کشور، این دولت باید بچرخه دیگه، چرخه اقتصاد نچرخه پولش چیکار کنه؟ میاد از جیب من تو برمیداره، هزینه هاشو افزایش میده، خودمون ضرر کردیم. یعنی اگر ثروتمندها میومدن و مالیات ها رو پرداخت میکردن مشکل اقتصادی نبود، دولت فشار نمی آورد به خانواده خودش. ما تو آراد هم همین موضوع رو داریم میبینیم. یعنی افراد تجارت میکنن پولدار میشن، بعد میگیم خب 20 درصد اینا فرارهای 20 درصدی دارن، یعنی 20 درصد ها رو پرداخت نمیکنن. یه خبر خوب میخوام بدم، یه عیدی باشه به همه آرادی ها، آراد به شما این 20 درصد ها رو بخشید، نوش جونتون. کار بزرگی. یعنی همه این 20 درصد هایی که تا حالا عده پرداخت کردن، عده پرداخت نکردن، از امروز همش بخشیده شد، نوش جونتون، مال خودتون، دیگه خودکفا شده هر کس. تا الان هر کسی 20 درصد پرداخت نکرده؟ نکرده دیگه، از الان دیگه مال خودش، دیگه از الان اصلا نمیخواد پرداخت کنه به ازای 20 درصد هایی که تو قراردادهاشون هم حتی قید شد. بله. خب سوال پیش میاد، درآمد آراد از کجاست؟ دقیقا. آراد چجوری میخواد حالا از امروز باز این چرخه اقتصادی خودش رو بچرخونه؟ خوب دقت کنید، آراد تجارتی از قبل برای خودش هم داشته و در اون تجارت 100 درصد مال خودش بوده. در این سیگنال های بازارسازی که من اگر فرصت بشه توضیحات کامل تر بدم، پولهاش 100 درصدیه، پولهاییه که قرار نبود مال شما بشه اما مال شما میشه. نیازی از رقیب ها تو بخوای حذف کنی تا درآمدت بیشتر بشه. پولها و سودهای خالصتری برای شما به ارمغان میاره. امروز آراد داره نیروهای متخصص تری رو پرورش میده و پیدا میکنه.
یعنی واحدهای کارگزینی ما دارن همینطور پشت هم، من خیلی وقتا میگم به کوب، دارن نیرو استخدام میکنن تا بتوانیم تجارت های از این هم باز بهتر داشته باشیم. پس یه 100% مال خودش داره. تا دیروز یکی مثلا سود میکرد 2 میلیارد، یه 20% بود 400 میلیون تومان که بدهم ندهم، از الان به آراد نمیده. از الان هر کس هر معامله‌ای میزنه و سود میکنه مال خودش. این پول مال خودش. خیلی ها با آراد، آرادی که در واقع به نوعی دور زدن، خیلی هایی که روشون نمیشد تو چشمان آراد نگاه کنن، با شنیدن این خبر الان خوشحالن. دوباره رفاقت ها هست. چون من میدیدم خب تو فروختی، چرا نمیای مثلا بگی که من فروختم؟ تو کامنت ها نمیای بگی؟ به کسی که نمیگم، تو دلمه. چرا نمیاد بگی به نظر شما؟ ترس 20 درصد. آفرین، بگم الان اینقدر معامله زدم، خب باید بعدش 20 درصدشو بدم دیگه. الان تو کشور ما هم همینه. شما الان یه دونه میکروفون دست بگیرید، فکر کنم یه بار این حرکتو تست کردید خودت. دقیقاً. میکروفون دست بگیرید، برید اونایی که ماشین های لاکچری دارن، خوب دارن، بالای 10 میلیارد، برید با میکروفون بپرسید آقا شما شغلتون چیه؟ یه بار فکر کنم این حرکتو انجام دادی. من تو تهران هم رفتم. خب چی شد نتیجه‌اش؟ چرا همکاری نمی‌کردن؟ خب چرا همکاری نمی‌کنن؟ به خاطر اینکه نمی‌خواستن لو بدن. دلیلش میدونی چیه؟ میگه از اداره مثلا مالیات اومدیم، خب بپرسی ببینی من مالیاتو دادم ندادم از این همسال، نمیخواد بگه من چقدر درآمد دارم. حالا که ما این 20 درصد پس دیگه لغو کردیم، آقا این فریبه، میخوایم مچ بگیریم، دامه. نه، به جان خودم قسم که چی؟ شب عیده. شب عیده دارم بهتون اینو میگم که 20 درصد ها کامل بخشیده شده. کسی نگران نباشه که آقا این یه دامه میخوام مچ ما رو بگیرن. یه وقتی میگم خیلی وقت بعد معرفت داشته باشی به آراد، آرادو بشناسید. آرادو نمیشناسی، هی برای خود بله. یکی مثلا میگه رفیقم نکن چنین حرکتی زد و اینجوری کرد مچ منو گرفت. نه، آرادو چنین رفیقی برای خود تصور نکن. اونایی که با آراد اونس گرفتن میدونن آراد چیه. که آراد دارم اینو من بارها به بچه‌ام گفتم، گفتم بابا این مثلا ته 20 درصدش میخواست 400 میلیون بده، ما ساعتی 400 میلیون خرج دادیم تو شرکت، این چه جوری میخواد الان مثلا تو یک ساعت منو تاش جبران کردی؟ ول کن تو رو خدا، اصلا نمیخوام پول بدی. من اصلا این 20 درصد رو نمیخوام. افراد در معاملات سنگین تر به آراد یا نیاز دارن یا نیاز ندارن. یعنی معاملات سنگین میشه داریم، میان اونجا میگن آقا تو رو خدا مهندس تیم شما باید بیاد پای میز مذاکره، من به تنهایی از پسش بر نمیام. معامله سنگین عدد خیلی خوبی توشه. میگه آراد بیاد. آراد میگه من بیام 80 درصد سهم خودم رو برمیدارم. یعنی این 20-80 بود که گفتیم برعکس بشه 80-20، این برعکسه هست. یعنی اگه خودت فروختی پس 0 درصد به آراد، 100 درصدش مال خودت. اما گفتی که من به کمک آراد توی این مذاکره مثلا چی نیاز دارم، تو مذاکرات دیگه خودم بلدم. درست. این یه دونه رو نیاز دارم. سوال، این یه دونه رو خودت بلدی پول کنی یا بلد نیستی؟ هرگاه یقین پیدا کردی، دارم تأکید میکنم این جمله رو، همه عزیزان حواسشون باشه، یقین حاصل شد که شما نمیتوانید تحت هیچ شرایطی این یه دونه مشتری تبدیل پول کنید. آقا میگی من تسلیمم، من پذیرفتم که این یه مشتری چی به من یکی پول نمیدهد تحت هیچ شرایطی. در چنین حالتی دو تا راهکار میمونه. یک، پاسش بدم با یک تاجر آرادی، بگم تو برام پولش کن. حالا با تاجر میبندم 50-50 بشه، 60-40 بشه، هر چی. اگر فکر میکنه اون میتونه پول کنه اون. اگر رسیدی، یعنی ما باز پیشنهاد میدیم به اون بده. اگر رسیدی به این داستان که اون هم معلوم نیست، یعنی آراد رو انتهایی ترین نقطه دیدی برای خودت، یعنی انگار مهره آخره، اونجا از آراد استفاده کن. یا آراد پول میکند یا پول نمیکند. اگر پول کرد 80 مال آراد، 20 مال شما. بله. اگر آراد پول نکرد که نگران نیستی، چون قرار نبود به تو هم پول بده. دقیقاً. پس نیام بازی عده بگن که ای دادم به آراد، اگه خودم بودم پول میکردم. آقا خودت بلدی خودت پول کن. فکر میکنی به تو پول میده؟ خودت پول کن. آقا من یقین دارم به من پول میداد. عزیزم با خودت، برای خودته. پس هرگاه یقین 100 حاصل شد که من شخصا نمیتوانم پول کنم، این تاجر من هم نمیتواند، اون تاجر هم نمیتواند، این هم نمیتواند، اینجا میگم که چی؟ آراد جان لطف میکنی اینو برای من مذاکره کنی؟ یه وقتی نگن آقا این وظیفه آراد است که برای من پول کنه. نه عزیز من، سودهای 100 درصد با سیگنال سازی هایی که گفتم، بچه آراد ما الان کمبود نیرو داریم،
همه شرکت ها دارن تعدید نیرو میکنن تو این اوضاع اقتصادی، ما داریم به کوب جذب نیرو میزنیم چون ما کمبود سیگنال امروز نداریم. دنیای سیگنال بازارسازی ریختیم رو سر بچه‌هامون و باز هم همینجوری سیگنال هست، ما کمبود مشتری نداریم. لذا اگر شما بخواید باید حالا وقت بگیریم که آراد جان میشه خواهش کنم تو رو خدا این یه دونه رو برای من شما مذاکره کنی، من از پسش بر نمیام که اینجا حالا بچه‌ها هماهنگ میکنن وقت میدن که این یه دونه رو آیا برات مذاکره کنم، مثلا سود خوبی توش هست، میتونه مثلا یک سودی برای آراد باشه. چون خیلی وقتا میگم مهندس شما یه عددهایی میگی برای ما خب خیلیه، بله قبول دارم 400 میلیون تومان برای شما خیلیه در این معامله که سود کردی، 2 میلیارد خیلیه، راحت باش مثلا میتونی یه دونه خونه بخری، یه ماشین خوب بخری، اما تو آراد هیچ هست. هزینه هایی که آراد داره انجام میده در قبال این یه عدد معامله تو هیچ هست. اینا ای کاش بفهمی. طرف اصلا آراد رو نمیشناسه، فکر میکنه مثلا میگم من 10 میلیون به آراد دادم چرا نتیجه نگرفتم؟ آقا ول کن تو رو خدا، 10 میلیون تومن کجا این عالمه؟ من دفعه توضیح دادم این موضوع تو. پس حواستون به این داستان باشه. اگر تونستی خودت 100 بار رو خودت مانور بده، نتونستی تاجر آرادی فکر میکنی میتواند بده بون، اونم نشد چی؟ آراد اینجوری نیست که راحت بگه چش بفهم، از فردا میگن آقا دادیم به آراد، آراد چرا قبول نمیکنه؟ چون واقعا بعد ببینیم این اصلا میارزه معاملش؟ چون من بخوام این معامله رو انجام بدم وقتم رو بذارم یه معامله دیگه هم هست، بله یه وقتی بیکاریم، بله. دیدیم اصلا یه نفر بیکاره میگه بشین با هم حرف بزنیم، زنگ میزنه خواهر جون بریم با هم یه بار پارک بریم خرید، خواهر چش بریم بیکارن. اگر اون خواهره نه تو اون تایم داره همینجوری میلیارد میلیارد پول در میاره، بعد میگه چش بریم، نه خواهر من الان من وقت نمیکنم، اصلا خودش تشخیص میده نه خواهرم سر شلوغه نمیرسه. آراد رو بیکار بعضیا میبینن، فکر میکنن آراد بیکاره. من قبل از اینکه اینجا باشم 2 ساعت با یه تیم دیگه جلسه داشتم که بچه‌ها در مذاکرات اینجوری 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 فروشا میاد بالا. خیلی از افراد میان تو مرکز تجارت جهانی، مثلا بنده خدا وایساده از صبح ساعت 10 صبح میاد نوبتش میشه مثلا ساعت 6 عصر، من با التماس تو رو خدا یه 2 دقیقه فقط بشینیم حرف بزنیم، یعنی بنده خدا میبینم من اونجا بیکار نیستم، پشت هم جلسه است. بله یه وقت بیکاری هم میگم آقا بیکار بوده نامرد چیه وقت نذاشته. نه ما بلدیم پول در بیاریم، ما بلدیم چجوری از تایم ها از افراد نیروها تاجران استفاده کنیم که هم اونها روش کنن هم خودمون، بازی دو سر برده. اینو چون بلدیم میگم آقا بسم الله. پس افراد خواهشان چنین توقعی بعدش نداشته باشن آقا تو رو خدا برای اون یکی چرا معامله انجام دادید، برای من یه دونه وقت نذاشتید. خب بررسی شده اون معامله حجمش سنگین تره، این تایمو داریم 1 ساعت تایم برای کی بذاریم؟ شما خودت باشی برای یک نفر که مثلا عدد معامله پایین‌تر وقت می‌ذاری، یعنی بزرگتر رو ول می‌کنی میچسبی کوچیک‌تر، هرگز چنین کاری نمی‌کنی. ما هممون دنبال یک وجه مشترکی داریم به اسم پول. بله خانواده هستیم همه اینا درسته، اما فرزندان خانواده میدونن آقا الان وقت اونه. الان توی خانواده افرادی هستن که مثلا مجردن میخوان ازدواج کنن، پدر خانواده به کی اول اولویت میده که جوازشو مثلا بیاد اوکی کنه یا بخواد مثلا براش خواستگاری بره؟ میگه این فرزند بزرگتره، این الان شرایطش اوکیه، این اولویته. یه وقتایی گزینه‌ها و آپشن‌های بهتری به وجود میاد برای فرزند کوچیک‌تره، اون بزرگتر میگه ولش کن آپشن من ضعیف‌تره، اینو فعلا بچسبید، این براش مهم‌تره، موقعیتش مهم‌تره. در آراد هم همینه، ما تک به تک بررسی می‌کنیم این مذاکره‌ای که انجام میدیم چقدر توش پوله، اونم درخواستی اومده. بله یه وقت میگیم آقا نیروهامون انقدر زیاد شده یه دفعه بیکار نشستن. اگر بیکار نشستن عزیز من این مذاکره اگه 1 میلیون هم داره تو باید وظیفه داری به 1 میلیون جوش بدی. الان نیست این شرایط برای ما. ما هر روز از همین تریبون اعلام میکنم هر کس متخصص هست در موضوعات مختلف از مدیریت MBA بحث مذاکره فروش تجارت متخصص هست، آراد برندینگ جذب میکند، درخواست استخدام بدید وارد آراد بشید. یه دوره‌ای داره آموزش میدن تکنیکال فنی، بعد از اینکه در این جلسه آموزشی در انتهاش آزمون‌هایی گرفته میشه برنده بشوید در آراد استخدام میشوید. ما امروز کمبود نیرو داریم، پس افرادی که میخوان بسم الله شروع کنن. پس این موضوع رو انشالله دوستان فراموش نکنن و این ایدی ما هم تقدیم اینها که دوباره دوستی هاشون برقرار باشه، خجالت نکشن. الان دل خیلی رو شاد کردم. بله خودم میدونم چه خبره، دل خیلی از عزیزان الان شاد شده. آره اینم خود
مجموع آرا برند یه تصمیم نهایی من نیست، تصمیمی که هیئت مدیره گرفته و تقدیم همه عزیزان. درود بر شما، زنده باشید، سلامت باشید. جذاب و نابی تقدیم عزیزان شد، خیلی هم عالی. فرصت رو از دست ندم برم سراغ پیام های عزیزان. شما صحبت دیگه که نه، همین نکته بود که خیلی 912 91 76 عزیز پرسیدن که بنده کارگاه آموزشی سیگنال های بازارسازی رو کامل دیدم و همچنان منتظر بودم که استاد از زبان خودش 2-3 جمله در رابطه با شروع مکالمه با مشتریان بازارسازی رو بگن، اما فرصت جلسه تمام شد و این امکان پیش نیومد. میتونین چند جمله جهت راهنمایی به این مسئله بفرمایید؟ نه کنید، من یه چند تا نکته بگم. اول از همه تو بازارسازی افراد اعلام کردن، افرادی که شما دارید باشون ارتباط میگیرید، اینا اعلام کردن که ما سرمایه هایی داریم اما نمیدونیم با پول هامون باید چه کنیم. این افراد خب امروز سرمایه‌شون چی کار کردن؟ یکی گذاشته تو بانک، یکی رفته با این پولش در واقع به نوعی سکه خریده، طلا خریده، صرفاً جهت اینکه ارزش پولش حفظ بمونه، نه اینکه سود در واقع طلا به وجود میاد. نه، تورمی هست در همه کالاها. این گفته من طلا بخرم که اگر به لحظه خواستم بعد از یه مدتی بفروشم، طلا فروش در واقع از من میخره، در حالی که همیشه هم بدون اگر امروز بخری همین لحظه هم بفروشی از شما ارزونتر هم میخره، پس این سود نکردی، چون سود اینه که من بخرم به لحظه هم که فروختم چی، یک قیمت بهتری بتونم براش داشته باشم. این حالت دومه. پس خیلی تو بانک ریختم پولهاشونو. حالت بعدی این که افراد میرن در ارزهای دیجیتال. جالب اینه هم ضرر میکنن. میدونن تجربه، ولی تجربه میدونن که ضرر میکنن و ایده هم میشنون که نام هم ضرر کردن. خیلی جالبه، بازم میگن چون راهکار ندارن. پس یه گیرش اینه. و تو بحث اقتصادی یه وقتی خب شیطان هم تو بازیه. این روش های شیطانی وجود داره که فریب میده، همش هم فریبنده است. اینا هم تمام میکنن دیگه، خیلی بده. افرادی هستن که تبدیل به دلار میکنن پولشونو، به هوا این کردن دلار شده 50 تومن، اخ جون میشه 60 تومن، یعنی تورم میخوان جلوشو بگیرن، وایستن تو این حالت و خوشحالن. و هر چقدر جالب گرونتر میشه تقاضا بیشتر میشه. تا دیروز کسی اصلا صرافی نمیرفت، حالا شد 50 تومن بکوب همه چی. چه صفهایی رو مشاهده؟ صفهای که اصلا خیلی الان تعطیل شدن، هیچ کار نداره. و گروه های دیگه ای هم هستن که در جاهای مختلف حالا سرمایه گذاری میکنن و تو بورس خیلی مثلا پولو در بورس قرار میدن که همه اینا هم باز میگن آقا من خونم رو فروختم تو بورس گذاشتم 4 میلیارد 5 میلیارد فلان سال نصف شد فلان شد، همه هم ضرر کردن. باز نمیفهمم که چرا خیلی ها پول ها رو در این مناطق قرار میدن. علت اصلی اینه که اینها نمیدونن، خیلی هاشون، خیلی از افراد نمیدونن، در حالی که اگه میدونستن همین مثال کالای خوابی که زدم و میخریدن میفروختن درصد سودش 50% بود و خیلی ارزشمندتر. لذا شما به عنوان یک تاجر باید به این عزیزان توضیح بدید که یک، پول کجاست؟ پول در خرید و فروشه. پول این نیستش که من این لیوانو بخرم. بله تورم گفتم باعث می شود در همه کالاها شما پیچ و مهره هم بخری، یه گوشه نگهداری یه سال بعد قیمتش دوبله شده، در حالی که دلار تو این اتفاق نیفتاد. دلار بله 27 27 28 28 29 30 شد 30 شد 33، گام به گام میاد بالا. طلا باز به همین شکل یهو دو برابر نمیشه، در حالی که شما کاشی سرامیک میخری، اونایی که تو کار ساختمون هم میدونن قشنگ سال بعد الان برید توی سایت‌های مختلف آماراش هست، میاد آمار سال قبل قیمت کاشی سرامیک فلان مدل چند بوده الان چنده، قشنگ ضرب در 3، آقا میلگر ضرب در 4. همون تورم ها، فلان خرید و فروش نکنی، تو خرید و فروش هم بکنی از همون سود خرید و فروش هم یه چیزی گیرت میاد. این افراد اگه بدونن که ای من به جای اینکه این کالا رو بدم طلا بخرم، میدونستم کاشی سرامیک بخرم، از فردا همه نرن کاشی سرامیک، محصول زیاد داریم، من هرچی میگم همه فردا سری حمله میکنن تو اون موضوع. آقا من یه مثال همینجوری بداهه دارم میگم، محصول دنیای محصول 10,000 محصول سودهای بیشتری هم توش هست تو اونا، همه اقدام میکنن اون. نه، پس کالاهای مختلف هم سود داشت. حالا بسم الله اجرایی میگم، میخوام شروع کنم به بازارسازی. دوست عزیزم که سوال پرسید، زنگ میزنم گوشیم اپلیکیشن رو برمیداره و شروع میکنم اولین تماس و بسم الله. سلام، وقت بخیر آقای فلانی، خانم فلانی، بله من فلان شخص هستم. حالا اینکه میخواد اینجا اعلام کنه از کدوم مجموعه، یه وقت میخوام بگم از آراد برندینگ، یه وقت میخوام بگم از مجموعه خودم،
این بحثی داره که من تو کارگاه بعدی کامل توضیح میدم. چون یه وقتی شما یه اشتباه حرکت انجام بدی، این فرد از چشم کی میبینه؟ آراد. و تو به جای برندسازی داری برندسوزی میکنی. پس این اجازه رو ما به همه نمیدیم که بگن از آراد برندینگ هستم. افرادی هستن که تیک تایید رو از ما گرفتن، فلانی شما اجازه داری. من شما رو به عنوان یک تاجر حرفه‌ای پذیرفتم. آقا چجوری تایید میدی؟ میبینمتون در مرکز تجارت جهانی. میبینم بهم اعلام میگه، خودتون گزارش میدید. انقدر معامله شد. الان آقای راد مهمان شما بود دیگه؟ بله. آقای راد یک تاجر تایید شده است از نگاه ما. ایشان میتوانن بگوین. چون بلده فروشو. کارو خراب نمیکنه، آرادو تخریب نمیکنه. بلده، خودش یک تاجر خوب هست، یاد گرفته. پس افرادی ببینیم واقعا توامند هستن، یه جزای میدیم که شما از آراد برندینگ چه فرقی داره؟ چون شما در مذاکراتت کافیه بگی از آراد برندینگ هستم و اینم فیلم آراد. آراد اینه. بزرگترین کارخونه دارها سر تعظیم برای شما فرود میارن. که آقا اگه آراد اینه من میخوام آرادو. این آراد برای من جذابه. این آراد خوبه. اگه تو اینی من اینو میخوام. یه وقتی میگی نه من فلانی هستم، برندم هم ناشناخته است، خب اینجا سخت میشه. یه خورده سخته، نمیگم نمیشود. همین الان خیلی از افراد که پول گرفتن اسم خودشون میگن. اما کار سخت‌تر است. اونجا که من بهت یاد میدم که اسم آراد برندینگ رو بعدش میگی و بعد چه حرکت‌های انجام میدی، میگی من از خدا پدرت رو بیاموزد، خیلی راحت شد کارمون. بله من هم خودم اینو میدونم که تو اگر بگی از آراد هستم چه میشود، چون آراد به نام هست، شهرت داره. اگرم کسی نشناسه یه بار فیلمشو بهش نشون بدی که آراد چه توانمندی‌هایی داره، میفهمه که اصلا با کی طرفه. پس شروع میکنم صحبت میکنم فلانی. خب عزیز من یه لطف کن، شما یه فرمی تکمیل کرده بودید در رابطه با چی؟ بحث افزایش ثروت. بعضی از افراد یادشون میاد، بعضی یادشون نمیاد. اینا رو انشاءالله تو کارگاه من جدا توضیح میدم. فعلا اشکال نداره. آقا یادش نیومد، یادآوری کن. یه آزمونی هم داده بودید در رابطه با علم بهتر است یا ثروت، یا یکی از سوالاش این بود که آیا پول میآورد. سوالای مختلف داره، تغییر میکنه توی موضوعات مختلف. اینا رو که میگی، میگه بله بله یادم اومد. اگر گفت خیر یادم نمیاد، خب باشه خداحافظ، اصلا قطع کن بحث نداری. میگه بله بله یادم اومد. خب جناب آیه مثلا اکبری یه لطف میکنی یکم توضیح بدید شغلتون در حال حاضر چیه؟ اون بنده خدا شروع میکنه به صحبت کردن و اطلاعاتی به شما میده و از اطلاعات بعضا شما میفهمید که این افراد به کارتون میاد، به درد بخور هستن یا نه. و بعد خب دوباره در ادامه گفتگو، خب میدونید اصلا پول کجاست، چجوری به دست میاد، اطلاعاتی دارید؟ شما اگر مثلا 100 میلیون 200 میلیون پول داشته باشید باهاش چیکار میکنید؟ حرف میزنه، میگه خب خرید و فروش میکنم، یکی میگه تو بانک میذارم، یکی میگه طلا میخرم، همون چیزایی که من به شما گفتم. از همینجا میفهمید. خب میرسونی به داستان واقعی که پول در خرید و فروشه. چرا خرید و فروش نکردی با پولات؟ دلایلی توضیح میده. گیرهای ذهنی دارن خیلی از افراد، میترسن. ترس در جلسه قبلی توضیح دادم، ترس از جهل میاد، چون نمیدونه، اطلاعات نداره. ولی این فردی که یاد گرفته، من با آقای راد بگو آقای راد دوست داری کارمند بشی؟ میگه نه ولش کن نمیخوام، چون تجارت یاد گرفتم. اینا چون نمیدونن میترسن. بله. حالا وظیفه من اینه که بهش بفهمونم که تجارت اونقدی هم سخت نیست. شما در قالب 4 موضوع یک تجارت کن، بیا نمایندگی منو بگیر، بیا سرمایه گذاری کن، یا بحث رابطه سازی، موضوعاتو براش مطرح میکنم. برای فرد جذاب میشه حرفای شما و بعد تمایل داره که حالا میگه من یه سری فیلم ها میخوام، عکس ها میخوام، اطلاعات میخوام، اینها رو باید چی بدم بهش؟ اینها رو تو کارگاه کامل یاد میدم فعلا، ولی به همه شروع کنن. خیلی خجالتی نباشن، نه من باید کامل یاد بگیرم تو تازه زنگ بزنم. هرگز چنین کاری نکن. اشتباهی که دارن خیلی از افراد اینه، فکر میکنه طرف الان میخواد ازش بپرسه که اگر من محصولم کلوچه، کلوچه چگونه تولید میشود یا ساخته میشود. من بارها دیدم در همین کارگاه آموزشی که میذارم، افراد که میان جلو خودشون رو معرفی کنن، شروع میکنن در رابطه با کیفیت حرف میزنن. من تو کارگاه قبلی هم نمیدونم دقت کردید یا نه، نوشتم پول بفروشید نه محصول. در بیزینس، در کسب و کار، من یک کسب و کارم، یک بیزینسم، شما مخاطب منم یک بیزینسید، شما مصرف کننده نیستید که من میرم درباره پسته کیفیتشو برات توضیح میدم که این کیفیت چجوریه اون چجوریه. این مخاطب من پول میخواد، نه میخواد که محصولو بخره بخوره. این میخواد بخره بفروشه. شما الان برید ویزیتوری، خیلی عالی انجام دادن، یعنی برید یه جا مثلا بگید آقا من روبه گوجه دارم، بیا درباره کیفیتش صحبت کنی، نمیخره از شما.
باید بهش بفهمونا کن این مثلا جعبش 12 تایی، این 6 تایی، این اگه 6 تایی بخری قیمت خریدش انقدر، انقدر برای تو سود داره. طرف میاد قیاس میکنه، خب انقدر سود داره چه خوبه، من سودامو تو جای دیگه میدیدم، فهمیدم الان روبه گوجه هم سود داره، کنسرو ماهی هم سود داره، تخم مرغ هم سود داره، گوشت هم سود داره، آها این سودش بیشتره، بهتره، من دوستام تو این حوزه باشم. پس فرد میاد قشنگ چی بیزینسی به این ماجرا نگاه میکنه. شما بخوای بری به مصرف کننده بفروشی، یقینا شکست خوردی. یعنی صحبتات برای مخاطب اصلا جذاب نیست. اینو انشالله همه دوستان یاد بگیرن تو برنامه‌های مختلف که میاد تو کارگاه. الان به شما نکته یاد دادم که نرید در رابطه با کیفیت صحبت نکنید. توی بحث مرکز تجارت جهانی هم خیلی از عزیزان همین اشتباه میکنن. یعنی میان اونجا مثلا طرف رو به گوجه داره، درباره کیفیت رو به گوجه رو به انار میاد صحبت میکنه، درباره زیلو میخواد بفروشه، درباره کیفیت زیلو صحبت میکنه. این صحبت ها برای مصرف کننده جذاب است، نه کسی که میخواد حجم زیاد بخره. حجم زیاد دنبال سوده، دنبال منافع خودشه، دنبال اینه که چی گیرم میاد. پس حواستون به این داستان باشه. یه موضوع هم درباره خجالتی بودن، خیلی از عزیزان ازم پرسیدن که آقا اینو به ما یاد بده ما هم خجالتی نباشیم. یه تمرین خیلی ساده میدم. وقتی دو نفر شروع به صحبت میکنن، سعی کنید صحبت هاشون رو بشنوید. یعنی شما خجالتی هستی، میبینید دو نفر تو خانوادهتون مشغول به صحبت، تو هم بیا اینجا وایس و گوش کن، بعد سعی کن ببینه چی میگن. اگه اینا دوست ندارن حرفشو بشنوی، بحث عمومیه، خصوصی میخوان با هم حرف بزنن وارد نشید، نگن آقا این فضول فرستاده، جاسوس فرستاده، نه، یا طرف عمومی دارن صحبت میکنن درباره بیزینس، کسب و کار، هر موضوعی عمومیه، شما هم اونجا هستی، اما توجه کن به حرفها و بعد شروع کن به سوال پرسیدن. وای تحویل اسخای میگم اینی که گفتید یعنی چه جوری میشه؟ همین یه سوال ساده، خودت انگار به خنگی زدی اینجا. مثلا درخواست میکنم خودتون رو به خنگی بزنید که انگار هیچ نمیدونی. اصلا میدونی ها؟ بله. اصلا میدونی جوابشو، اما خودت اصلا به فرض به خنگی هم بزن. اسخای میگم اینجا چی میشه؟ این میشه آداب معاشرت. شما خودت رو در دل یک تیم و گروه قرار میدی. بله. کم کم این خجالتی بودنم تموم شد، من هم الان بلدم حرف بزنم، اینها منو تحویل گرفتن، دارم به منم چهار تا نکته یاد میدن. یعنی اتفاقی که در این مرکز تجارت جهانی میفته همینه، خجالتی ها میان میشینن. اول من دقت کردم اینا که میشینن هیچی نمیگن، یعنی آقا خودتو معرفی، من فلانی هستم تازه شروع کردم، بعدی خودشو قشنگ پرزنت میکنه، معرفی میکنه، این قلق رو یاد میگیره. بعد میپرسه خب شما اینجا چجوری موفق شدید، این معامله رو چجوری جوش دادید، چیکار کردید؟ بپرسید. این پرسیدن یک اعتماد به نفسی در شما ایجاد میکنه که خودت امروز نمیفهمی و درکش نمیکنی، ناخودآگاهه. بله. قشنگ در وجود شما شکل میگیره. پس دیالوگو به همین شکل ببرید جلو. وای نسید فقط خودتون حرف بزنید، منشی تلفنی نباشید. مردم از تبلیغات بیزارن، اینو بفهمید، درک کنید قشنگ. بله. نشه بخوای زنگ بزنی یک حالت تبلیغاتی، الان هر کس به گوشی من زنگ بزنه تبلیغات حس کنم قطع میکنم مکالمه رو، داره حرف میزنه، بله خداحافظ نمیخوام، خداحافظ، قطع میکنن. مردم حوصله ندارن. لذا تو باید حواست به منافع طرف باشه و با طرف رفیق بشی. خب جناب اکبر یکم توضیح بده دارید چیکار میکنید، اگه اینقدر داشتید چیکار میکردید، حرف اونو به حرف بگیر. پس این حالت خجالتی بودن خودتو کامل، آقا من روم نمیشه، آقا ول کن تو رو خدا، روم نمیشه چیه؟ خجالتی بودن کامل بذار کنار. من خیلی وقتا گفتم این روم نمیشه به من ضرر زد، آسیب زد و من اون رشد هایی که میتوانستم رو نداشتم در یک بازه زمانی. از وقتی اینو گذاشتم کنار، حالا رشد کردم، حالا گفتم این خوبه، این به کار من میاد. خیلی ها میگن خجالتی، میگم خجالت نمیکشی وقت بچه یه چیز میخواد نمیتونی براش بخری، همش وعده میدی باشه سه ماه تعطیلی، باشه فلان، متاسفانه چقدرم شرمسار میشه. این اون تیکا چرا خجالت نمیکشی شما؟ اینجا خجالت میکشی بهتره، جلو غریبه خجالت نکش، اینجا اصلا پودرم شدی، خوردم شدی، فدای سرت. با خودت بگو آقا من میخوام رشد کنم، این یه مشتری تمرینی من، اصلا پیش این زایه بشم فدات، پیش غریبه بذار من نمیشناسه، من پیش زن و بچه‌م زایه نشم، من پیش رفیقام، فامیلام، چرا یه حالتی نباشم فامیلا میچید از من تقاضا کنم بفرما این مال شما. الان همه افراد جوری رفتن اصلا رابطه‌ها و ارتباطات قطع کردن که کسی از کسی چیز نخواد، نه آقا بذار بخواد. اینا چرا برات خجالت کسشن نیست این تیکا؟ حالا چون من زنگ میزنم کسشنه؟ ول کن تو رو خدا، با پول در بیار، دو سه سال پول در بیار، بعد میگه بابا چه کمک و خیری دارم به دیگران میرسونم. پول گذاشته بود تو بانک، بهش فهمودم که نه آقا این خرید فروش این کالا، و توضیح دادم کالای خودت نشد، کالای تاجران دیگه. افرادی هست من اونجا میبینم انقدر به وجد میام و لذت میبرم نمیتونم اصلا توصیف کنم.
اصلا بچه ها تکنیک ها و قلقا رو یاد میگیرن، سری محصولات مختلف شناسایی میکنن، شماره همه رو سیو میکنن. بله، رفیق میشن سری، تموم شد، رفیق میشن سری، تو میگه به کارم میای. و یاد گرفتم، طرف مثلا میگه من یه رفیق بندر عباسی دارم، اون میگه یزدیه، اون میگه شیرازیه، مشتری زنگ میزنه از شیراز، طرف اصفهانیه، میگه من شیرازی ام، چجوری باید به تو اعتماد کنم؟ میگه اشکال نداره، من هماهنگ میکنم با رفیقم آقای تحویلدار که شیرازیه، با تماس بگیره، تماس میگه باش هماهنگ میکنه، یه لطف کن تماس بگیر منو تایید بده بهش که من کلا بردار نیستم، این بنده خود با هم رفیقن قشنگ. یکی دیگه اهوازه، به همیشه کافیه تحویلدار بیاد چیکار کنه، تایید بده آقا بچه کجای شیرازی، منم اینجا چیزه، با همشهری من محلی هستم، این آقایی که داری باش کار میکنی اصلا من میشناسمش، از تاجران یه مجموعه بزرگی به اسم آراد، ما هم اونجا هم هستیم، قابل اعتماد، تایید. یعنی دو تا شیرازی با هم رفیق میشن، تایید میده که دیگه رو به چقدر معاملات راحت جوش میخوره. بنده خدا اگر این رابطه رو نداشت باید چیکار میکرد؟ ای باید بهش داستان تعریف میکرد، آقا تو رو خدا بپذیر که من کلا بردار نیست، هیچ حالت، همش تو رو خدا قسمی بود. آقا ول کن بچه، کدوم شهری؟ اهوازی. الان من میگم 10 تا اهوازی با تماس بگیره این چی من کیم؟ 10 نفر به کوبه سر میزنم بچه اهواز کجا اهوازی، اینکه اینجا بخوای رفیقیم که ولش کن به فلانی اعتماد کن، حله سری حل شد. اینا این قدرت رابطه است که خیلی از افراد ندارن و امروز خجالتی ام میگن خب من با کی بگم، کسی رو ندارم. یه زمانی ما کامنت میگفتیم بذارید، طرف خواهرش میگفت کامنت بذار، روش نمیشد، بعد میرفت از آرادی ها استفاده میکرد، میگفت من چون تو آرادی هستیم همدیگر درک کنیم، تو بر من کامنت بذار من بر تو. خوب بود، نمیگم بده، اما بیاید تو پولسازی از همدیگه کمک بگیرید، رابطه مستقیم با پول داره، میزنی پول، میزنی پول. بریم سوال بعدی. بریم. کلی تشکر داشتم بابت حذف 20%. خب خدا روش. یه عزیزی دندانپزشک معرفی کرده به من، نوشته عزیزان دل از دندانپزشکی. آه نوشته دندانپزشک خبر کنم برای مجری محبوب برنامه. محبوب کجا بود؟ ما کوچیک شما بیم، زنده باشی. با سلام، خسته نباشی و تبریک عید. استاد عزیز، بنده جزو تاجرانی هستم که تازه شروع کردم و تأمین بسیار خوبی ندارم که پیشنهادهای ویژه‌ای بدم به مشتریان و نه خودم، چون دفتر و انبار ندارم، واقعا نتونستم تماس بگیرم. یه لطف کنید بیاید مرکز تجارت جهانی، دنیای تامین هست، دنیای تولید کننده تاجر تو محصولات مختلف، از یه صبح تا شب باشید دنیایی گیرت میاد، نه یکی دوتا، حداقل تو 100 آدم پیدا میکنی. لطفا تنبلی رو بذار کنار، وقت ندارم، حوصله ندارم، بعدن من خیلی وقتا میگم ای وا اینا نمیفهمن، بچه‌ای که تو تیم من هستن میدونن کامل حرفا رو درک میکنن. اینکه میگم وقت طلاست، پول هایی که شما میتونی به دست بیاری به دست نمیاری، داری ضرر میدی. مثلا فرد میگه من میخوام تجارت رو سال بعد عید مثلا شروع کنم، میگم خب الان میدونی چه معاملاتی داره انجام میشه، چه آجیل و خشکباری داره الان تو بازار دیگه فصل شروع شده، خرید و فروش میشه، ماهی قرمز این کوچولو، میدونی چه حجمی تو کشور داره معامله میشه، سبزی عید میدونی چه حجمی داره تو کشور معامله میشه، پوشاک میدونی، کیف و کفش میدونی چقدر داره معامله میشه، باشه تو وایس سال بعد پولهایی که میتونستی توش به دست بیاری رو ول کردی، سودهای میلیونی رو بی خیال شدی که مثلا بعدن شروع کنم، باش بعدن شروع کن، پولهایی که میتونستی بگیری چیکار کردی؟ نه اصلا حواست نیست، داری ضرر میدی. متاسفانه اکثر مردم فکر میکنن پولی که تو جیبشونه بیاد بیرون ضرره. ما توی این مراسم که ایتهای مختلف جناب رئیس هدیه میدن، خب من بغل دست نشستم. بله. من میبینم بعضی حالا نمیدونم زبیلیه چیه، کنه هرچی هست اسمش من بذارم، این مثلا ایدی گرفته بعد میده یواشکی با یه لباس دیگه میاد، من از قیافه رو میبینم خدا شاهد کاپشن گذاشته با یه حالت دیگه اومده، قش کوچولوئه خدا شاهد رو صحنه بودم دیدم، میخواستم بگم بگیرین کوچولوئه میاد دوباره یه ایدی دیگه میگیره، ما این پولو فهمیده. آره این کوچولوئه پول فهمیده، اون میگه من نمیدونم فلان خجالت، حالا این حرکت نمیگه از فردا همه بزنن، اما من دارم میبینم این حرکت رو داره این کوچولوئه میزنه، چهار بار اومده گرفته، نه یه قشنگ هم چهار تا زده گرفته، چی چقدر این باهوشه، نیم میلیون پول در آورد، این از باباش بیشتر پول گرفته، این بزرگ بشه چی میشه؟ این به حالت های مختلف از از یه جای دیگه، مثلا اونجا مهندس موشانی بود، کسی مثلا حواسش بود که افراد بیان یا نیان، یه افریم از وسط اومده که آقا موشانی رو نبینه. یعنی هر من میگم ایرانی‌ها باهوشن همینه بابا، این اصلا ذاتی تو ایرانی‌ها هست، کشور دیگه اصلا نیست، اصلا طرف میگیره میگه خب من چجوری پول در بیارم، بلده این بچه کوچولی 3 ساله بلده که چجوری پول در بیاره. من خیلی وقتا توی حالا یکم کوچیک‌تر بودم تو عروسی‌ها مثلا دیدم طرف مثلا شاباشو خوب میده، بله. پخش میکنه، بعد مثلا این طرف اینجا وایس داده
پولا رو نمیگیره. من تو همین سنم هم ببینم یه جا داره پول از واسه اون میاد برمیدارم رو هوا میزنم، من جوش دایی میزنم، این خجالتی مثلا بابا میزنم میدم بچه ها بیاد بگیرید بابا پول، اینا نمیفهمن این پول از آسمون داره میاد. بابا تو برای همینه که به دست بیاری باید ساعت ها کار کنی. بابا پول مفته بگیر دیگه. نه الان کسشنه بلش کن. بابا این هنوز نفهمیده بابا آخچون پول این برای همون فردا باید بره تو اسنپ دنیای کار کنه. رو دروایسی داره رو دروایسی به خجالت ولش کن کسه. آقا بزن ول کن تو رو خدا، این خجالتی بودن رو یاد بگیر بابا پول باشه. آقا من برای اینکه تو جمع نگن خیلی آدم پول دوست هستم جمعش میکنم. بیا بچه جون مال شماها، شمایی که کوچولویید نمیرسه به شما هیچ وقت، یکم سن بالاترها دارن همه رو میگیرن. یا کوچولو مال شما، اصلا انقدر با شما حال میکنن عمو برامون میگیری بازم با تو عمو بیا با هم کار داریم. خب اینا رو یاد بگیر، اینا پولا رو باید قشنگ بفهمی چجوری باید به دستش بیارم. زنده باش الان هست فردا دوباره شروع میشه داستان اینجوری. سلام، خوشحالم بازم نوبت مهندس تالیه عزیز شد. سوال تو بازارسازی میپرسن بعد که محصول رو خریدیم برای سرمایه گذاری چطور بفروشیم؟ دفترتون کجاست؟ جواب چی باید بگیم؟ خب اون افراد میگن که آقا چگونه بفروشیم. خوب دقت کنید، فروش در ایران ذاتی است. یعنی من ایرانی ها رو آدم های خنگ اصلا نمیدونم. بله. میگم اینها ذاتی میفروشن. آقا یعنی چی ذاتی میفروشن؟ شما یه سری کالاهایی رو اصلا کشمش زرش برو 5 کیلو بخر تو بازار بده به مامانت، بده به کی؟ بده به مامان بزرگت، پدر بزرگت. یه کسی که فکر میکنی این هیچ بویی از فروش نبرده، تا این حد میخوام مثال بزنم. یه شخصی روز به من گفتش که اگر کسی ادعا کرد که یه موضوعی رو عالم شده و مسلط هست باید بتواند به پدر بزرگش که هیچی نمیداند آموزش دهد. اگر تونست به اونی که نمیفهمه بفهمونه میگم تو کامل مسلط شدی حالا، چون باورش اصلا تغییر نمیکنه. پس اینو من میگم به سخت ترین آدم ها، هر کس که فکر میکنی که اصلا نمیتواند بفروشه یه 5 کیلو کشمش بهش بده بگو مادر جان پدر جان اینو ببین میتونی تقسیمش کنی توی خانواده بفروشی آبش کنی به کمتر از یه روز قرض و اصلا را میندازن اینا. خواهر جان برادر جان پسر دایی تو چرا مگه شب عید نیست فلان نیاز نداره بیا قیمت مفت دستم اومده بگیر. اونا میفروشن. شما دغدغه فروش دیگران رو نداشته باشید لطفاً. بله. شما فقط بفهمون اینو اگه بخری انقدر سود داره. تو این تیکه این وظیفه توئه. اونم وظیفه خودشو بلده. تو اصلا دغدغت نباشه. مگه الان شما میرید یه جا ماشین میخرید فروشنده دغدغه داره که شما گواهینامه داری یا نداری؟ دغدغه داره؟ نه. آیا رانندگیت خوبه؟ یه ماشین 10 میلیاردی خریدی؟ به این موضوع داره فکر میکنه؟ نمیدونم کدوم دوربینونه. آیا الان واقعا فکر میکنه؟ اگه برگردی شما برید مثلا یه ماشین بخرید بگید این ماشین مثلا 5 میلیاردی میخوام بخرم، فروشنده ناشی باشه اینجا بگه تو اصلا مگه گواهینامه داری؟ یا مثلا بپرسه که مگه میدونی شیشه جلوش الان یه اتفاق بیفته چقدر میارزه؟ اگر چنین جملاتی به شما بگه و شما هم ضعیف و نفس باشید چی میگید؟ خب ولش کن اینو، این ماشین 5 میلیاردی ولش کن. این اصلا پراید چقدر الان؟ یه مذاکره 5 میلیاردی رو سوزوندی که. پس سوالات بی خود کار مذاکره شما رو چیه؟ اصلا اومده بود بخره. تو خود دیگه کاری. تو مگه بلدی کشمشو بفروشی از من بخری بفروشی؟ اصلا این سوال یعنی چی؟ خب میفروشم دیگه. این سوال طرفو به شک میندازه، میگه یعنی فروش کشمش انقدر سخت بود؟ پس ولش کن کشمش نمیخوام. شما پس فقط و فقط وظیفه خودت، مشتری میخواد با این کشمش چیکار کنه، بخره بفروشه بخوره، چیکار داری تو؟ این بلده. ما یه زمانی اصلا اینا از تجربیات ها بدعاهه دارم میگم چون تجربه کردم. بله. ما یه زمانی داستان برای سال 1392 93 خب تولید کننده ربات بودیم از سال 85 یه زمانهای جشنواره میذاشتیم که اگر مثلا کسی بیاد 100 میلیون 200 میلیون یه جا رباتو بخره انقدر تخفیف میگیره. همه رباتایی که اون زمان فروختیم همش مصرف شد، اونا به دیگران فروختن تمام شد، کسی الان تو خونش نمونده نگه داره. بلدن مردم بفروشن، تو قیمت خوب بده محصولت که نیاز باشه که رو هوا خریدن اصلا. و چه بازارهاییه. خیلی از افراد متاسفانه این جمله نمیدونم بگم نگم تعصبی رفتار میکنن. من به شدت نفرت دارم از این موضوع. طرف میگه آقا محصول من مثلا این تخت چوب هست، تخت شاسی هست، من فقط این کار میکنم.
آقا این لیوانم مشتری است از تو میخواد؟ نه من واقعیتش فقط تخصصی. پولی که گفتم میتونه بگیره سودت بود ولی ازش میگذره، ولی نه نمیخوام. تعصب دارن رو محصول خودشون، و آراد چنین تعصبی نداره. تعصب دارن رو شهر خودشون، باید من تو این شهر حتما پول در بیارم. آقا در نمیاد دیگه، ولش کن، مهاجرت کن. همین تعصب ها، من باید حتما مثلا با بابام کار رو شروع کنم. من باید، تعصب هایی که اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. این تعصب ها رو بذارید کنار، چه نسبت به محصول باشه، چه شهرتون باشه، چه لهجتون باشه، چه زبانتون باشه، تعصب ها رو بذارید کنار. این تعصب ها همشون برای شما محدودیت دارن ایجاد میکنن و آزادی و آزادگی رو دارن شما میگیرن، شما حواستون نیست. آقا هر جای خدا جان تو به من فهموندی، پول در تجارت، آقا هر کالایی، هر محصولی قرار من سود بگیرم، نفع بگیرم، هستم توش. نه من فقط از سیب، کسی زنگ بزن کیوی بخواد نیستم، کاشی سرامیک من نه نیستم. چرا خیلی ها میگن نیستم؟ چون فکر میکنه باید متخصص اون حوزه باشه، این چون میخواد هی کالاهای مختلف رو بشناسه. ول کن کالا نشناس، این حاشیه بیزینسی بهش نگاه کن. بیزینسی نگاه کنی دیگه نیازی تمام طرح‌ها و رنگ‌ها رو بشناسی، ولی وقتی میخوای به مصرف کننده بفروشی هی میگه آلا کی استاد کاشتار می طرح‌ها رو بشناسه، رنگ‌ها رو بشناسه، اون دنیای محصول هر کدوم تخصص میخواد، پس من نیستم. گرفته شد؟ بیزینسی باید نگاه کنی به داستان، نه این حاشیه سودش چقدره، چه حجم حداقل باید بخره، بارو کی بهش تحویل میدیم از زمانی که سفارش داد. این سوالات رو باید جوابشو بدونی. صحیح. نه اینکه من بدونم خب برای مثلا یه متراژ فلانقدر چقدر کاشی سرامیک لازم است، این اصلا سوال بیزینسی نیست، این سوالیه که مصرف کننده میپرسه. تو که نمیخوای به مصرف کننده بفروشی، بله مشتری تو میخواد حالا به مصرف کننده بفروشه، وظیفه اونو بر یاد بگیره، وظیفه توی تاجر آردی نیست. این امیدوارم بچه‌ها همه درک کنن و اشتباه نرن مسیر رو. ان شاء الله. متشکرم. یه پیامک آوردم بالا، بعد الان نگاش کردم خندم گرفت. چه بحث و جدلی بین همسر و خانواده و اینا سر این 20% بوده که الان شما گفتین تموم شده. اینشو بخوام بخونم، نوشتن سر همین 20% با همسرم بحث داشتیم و هر کدوم دلایلی می آوردیم. به هر حال خیلی خوشحال شدم جناب آقای مهدی خدادادی پیامک رو دادم. خدا روز خیر. دل خیلی شاد شد به جان خدا. عیدی بود من. یعنی همه حرفای من به کنار، این یه تیکی اصلا این وایرال شده. رفت. عرضم به خدمت نوشتن ای کاش منم آرادی بودم ولی حیف که نتونستم، افسوس. با این ای کاش ها هیچ اتفاقی نمیفته، با خودت همیشه اینو بگو. بگو حالا نشدم زندگی نجات پیدا کرد. بابا من خیلی وقتا تو دورام یاد میدم به شاگردام، میگم که تا نفهمی که آراد یکی از بزرگترین و بهترین راه نجات اقتصادی شماست، تا اینو کامل لمس نکنی، درک نکنی، هرگز نمیتوانی موفق بشی. من به خیلی از شاگردام میگم، میگم اگر از آراد اخراج شوی چه میکنی؟ ایده میگن که خدا بزرگه، میگم یه جا دیگه کار پیدا میکنم. میگم اگر تفکری نه، همین الان برو تو آراد برای چی هستی عزیز من؟ اگر آراد رو شبیه دیگران دیدی و تصورت هست که مثل بقیه است، لطفاً در آراد نباش. چون ما یک آراد 17 ساله داریم که خیلی ها به ما امید دارن، خیلی ها با ما رشد کردن، خیلی ها زندگی هاشون متفاوت شد. اگر فکر، ولی در شهر ندارم من، اصلا من خیلی تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، یکی بیاد بگه من در فلان شرکت بودم زندگی متحول شد قبل حضور من در اون شرکت و بعد از حضور من در شرکت. ما از خیلی از آرادیا میپرسیم خب زندگیتون چه جوریه، میگه قبل آراد یا بعد آراد. سوال آقا چرا نمیگه فلان شرکت X قبل شرکت حضور در این شرکت یا بعدش؟ چرا نداریم؟ برنداش هم ایرانی و هم خارجی، اینا هنوز آراد رو زندگی نکردن این افراد. پس یک خدا، ما هم اعتقاد داریم خدا بزرگه، اما خدایی که یه آراد خوب رو که همه جوره واقعا عالیه. به جان خودم اگه من بودم چنین آپشنایی نمیذاشتم. من بارها به شاگردان خودم گفتم، گفتم چنین بذل و بخشش هایی از مهندس زیارکلایی نیست، این ریاست مجموعه است. خدا خیرشون بده. اینجوری میبر ما اصلا باشیم هیچ کدوممون اینجوری نمیبخشیم. سفر خارجی میشه میبخشن، کامنت میبخشن، نمیدونم اونجا نظر بده، عکس گرفته 1,000,000 بابا پول به مفته مگه؟ ما باشیم به جان خودم نمیبخشیم. یعنی چی؟
دعا کنید که هیچ وقت این ریاست رو از دست ندید. ولی ما باشیم، ما نه، ما درنده ایم، جدی ما اصلا بذر و بخشش اینجوری نداریم، اون رئیس راحت میبخشه. این مجموعه رو وقتی نمیتونه طرف نفس بکشه و میگه خدا بزرگه، ما هم اعتقاد داریم خدا بزرگه، اما خدا برای انسانهای بزرگه که بزرگی میفهمن. انسانهای تنبل اصلا خدا برای اینها بزرگی نمیکند. بله خدا بزرگ است، اما آیا قرار است خدا برای همه بزرگیش رو کنه؟ نه. یه وقت بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، برای استاد وحید است، استادم اینجا، یه رحمان یه رحیم، یه رحمان بارون میاد، همه چی هست، هوا هست، اکسیژن هست، برای همه است، به هممون دست و پا و گوش و چشم داده، این مهربونیش برای همه است، یه سری برای انسانهای خاص خودشه، یه چیزایی رو میکنه که به دیگران نمیده. پس خدا بزرگه. عده میگن که حالا یه چیز گیر میاد دیگه، خب برید شما هم گیر بیارید انشالله. ما که من خیلی گشتم، من یه آدم سمجی هم، اونایی که با من کار کردن میدونن، من میتونم گواهی بدم، من شرکت های مختلف یعنی حرف میشنوم، یکی زنگ زده، خود به شخص من زنگ زده بودن، شما هم از کجا گیر آورد؟ آره ما یک کسب و کار داریم، شما مثلا اگه 200 میلیون خرج کنی تو 3 ماه بعد ماهی 200 میلیون گیرت میاد. سری زدم چگونه؟ حالا گیرتون میاد دیگه، بعد بیایید حالا انشالله حضوری صحبت کنم. خب گفتم بگو پشت تلفن بدونم قانع بشم 200 میدم. من در بدر دنبال اینم که واقعا 200 بدم 200 بگیرم، هر ماه هم بگیرم. بعد اینا مردم نمیپرسن اینجوری مثل من، با سرشون کلا میره. تجارت نکردن فکر میکنن همه راستگوان. خیلی ها میگن مهندس خب انسانیم دیگه، انسانیت، اونم بنده خدا انسانه، اما اون گرگه، تو نمیتونی تشخیص بدی. گفتم من بارها اون دفعه تاکید کردم، گفتم مافیا بازی کنید، مافیا تو دوره همین خانوادگی با هم مافیا بازی کن، بازی پلی استیشن نیست، بازی خانوادگیه که این کلام شما تقویت میشه، این هوش ذهنی شما افزایش پیدا میکنه، تشخیص ها بالا، این تشخیص هاتون بالا میاد دیگه، راحت به هر کسی هر چی میگه اعتماد نمیکنید. من یکی از موضوعاتی که در تشخیص خیلی بهره میگیرم و استفاده میکنم، یه حرفی رو یکی میزنه یه قسمت حرف رو من میشنوم، یعنی محتواه. سوال بعدی میده چه کسی داره میگه حالا؟ این حرف رو کی داره میزنه؟ یه انسان خردمنده یا یه بدبخت بیچاره است که از لحاظ عقلی بالا نیست؟ این اصلا زندگی خودشو نتوانسته نجات بده، من چگونه باید حرف اینو بپذیرم؟ ولی خیلی از مردم هر حرفی میشنوم من سریع قبول میکنم. درست. چرا؟ هزاران نفر رو میبینن در تجارت جهانی دارن اونجا پول در میارن، اینو نادیده میگیره، یک نفر مثلا میگه من پول در نیاوردم، اصلا این هزار نفر رو نمیبینن که چگونه موفق شد. اون یک نفر بدبخت بیچاره که پول در نیاورد، خودشو مفلوک داره نشون میده که حالا میخواد اون 20 درصد هم نده یا تنبلی کرده کار نکرده، اینا براشون مهم. حرف اینو ببین، به والله که حالا نمیخوام قسم بخورم، اصلا قسم حذف میکنم، یقین بدونید شکست خورده اید، یقین بدونید. افرادی که حرف کسانی رو میپذیرن که اینها در زندگیشون خودشون رشد نکردن و موفق نشدن، حرف اینها میگذره. امروز خیلیاتون درک نمی‌کنید، چون از این پیامو برای من زیاد میاد، افراد میان حضوری، مهندس من شما رو 3 سال پیش در فلان همایش تو ساری سال 96 آشنا شدم، همایش شما رو شرکت کردم، ای کاش اونجا شروع میکردم. من نمی‌دونم، یکی میگه من 4 سال شما رو می‌شناسم، ای کاش. من دارم یادم میاد که تو این 4 سال اون افرادی که اونجا هستن تو همایش بودن، اونا با من وارد شدن و امروز چی ام من دارم چیکار می‌کنم. این ای کاش ها رو لطفاً بذارید کنار، بیایید تو بازی، بیایید تو کار، بیایید تو میدون. خسته شدیم اینقدر ای کاش شنیدیم. بابا بیا تو بازی ببین آقا من مشکلم چیه دیگه، آقا یه راه کار برای من بدید منم رشد کنم، بیا بگو من اهل کارم، تنبل نیستم. خب آرات حمایت داره میکنه، تموش. نتیجه عکس هم داشته این 20 درصده. خب بخونم واسه تو، جالب بود برام. 912-43-99 پیام رو فرستادن، سلام، ولی من از زمانی که 20 درصد آرات رو دادم درآمدم 3 برابر شد، واقعا برای من خیر و برکت زیادی داشته، من ناراحت شدم از اینکه این درصدها حذف شد. ممنونم از استاد زیارکلاهی هست. اونایی که عزیزانی که ناراحت شدن، عزیزانی که ناراحت شدن بله. این فرد یا راست میگه یا دروغ میگه دیگه، من همیشه گفتم هر کس هر حرفی میزنه یا راست یا دروغ. عزیزانی که ناراحت شدن پرداخت کن به فامیل های خودتون به خصوص پدر مادرتون سهم آراد رو لطفاً بهشون ببخشید. ثوابش مال ماست، به شما ربطی نداره. بله. ثوابش مال ماست.
بذار پدر مادرت بگن که پسر جون بیشتر پول در بیار. پدر مادرت اگه پول دارن، نزدیکترین فامیلت، نری یه جایی که نمیشناسی بخوای پول خرج کنی، فعلا نزدیکات، بذار اینها هم از شما یه خیلی بهشون برسه. لطفاً این پولها رو از سمت آراد به عزیزان خودتون پرداخت کنید. اینم برای اینکه ناراحت نباشه. زنده باشی. تموم شد دیگه زمانمون. 3 دقیقه دیگه داریم. استاد اگر تو 3 دقیقه سوالی نمونده. چرا خیلی سواله، ولی سوالای کلانه، خیلی بود. آره بعد اینا رو بیا تو مرکز صحبت بشه. آره. خیلی از این مباحث باید بیا تو مرکز. یه تجارتی مثلا بین کشورهای اتفاق افتاده، میگن آراد بیاد کمکمون میکنه. درسم خیلی آره اونا وقت اینا حالا ان شاءالله من چهارشنبه میذارم پرسش پاسخ و که هر کدوم از عزیزان سوالایی که دارن بپرسن. بیشتر صحبت ها و تمرکز ها در خصوص اون 20% بود که خب خیلی ها تشکر کرده بودن، نمونه اش هم براتون خوندم. و یه موضوع دیگه که اینه که آراد کمکمون بکنه و از این آراد حامیه انسان هایی که فعالن، تنبل نباشن، شروع کنم فعال. گفتم نگه من 10 روز کار کردم، قشنگ نشون بده 10 تا سیگنالش رو دریافت کرده باشه، مستند قشنگ بگه من زنگ زدم. من ندیدم کسی 3 ماه کار کنه پول در نیاره. 3 ماه به اندازه پول در میاره که خودش میفهمه چه اشتباهی کرده که پیشتر اجرا نکرده. هر کس 3 ماه، هر کس دارم میگم مثلا ضعیف‌ترین آدم ممکن، من حاضرم اینو از سمت خودم ضمانت بدم، ضعیف‌ترین انسان 3 ماه بچسبه به کار، پولهایی به دست میاره که در هیچ شغل دیگه نمیتونست به دست بیاره. درود بر شما. سلامت باشین استاد جان. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه و اینکه لطف کردین. دلتنگ بودیم واقعا. سلامت باشین. یک جلسه هم در کنار شما نبودیم، همین دلتنگی داشت برام. عزیزان بیننده، یک مرتبه دیگه یادآوری کنم خدمت شما که ما ساعت 8 شب فردا برای اعیاد شبانیه مراسم داریم در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها، واقع در فکر میکنم خیابان شهید بهشتی بود اگه اشتباه نکنم، درست هفته تیر، ببخشید من توی لوکیشن اینا ضعیفم، هفته تیر کوچه 57 1 آره خیلی عمالی. پخش زنده از ساعت 6 بعد از ظهر داریم، از 18 داریم تا 22، ولی این ویژه برنامه از ساعت 8 تا 10 ما در خدمت عزیزان هستیم و برنامه زنده تقدیم میشه و خیلی از عزیزان هم خودشون رو به ما میرسونن در مسجدی که عرض کردم خدمتشون. ما یه رسمی داریم و اینکه بله خانوادگی تشریف بیارین، همه تون خانوادگی تشریف بیارین. استاد ببخشید بر من، یادم رفت خانوادگی شو بگم. عزیز دل من، ما یه رسمی داریم و در انتهای همه این برنامه ها سلام میدیم به امام حی حاضرمون. میخوام بگم خدا رو شکر بین شهر ما از تو نشان پیداست، کمی از پشت بام خانه ما جمکران پیداست. شب بخیر.